مجله فرهنگی هنری بخارا تقدیم می کند. شبهای بخارا، شبهای بخارا. به نام خداوند جان و خرد، غیر مقدم عرض میکنم خدمت حضار محترم، خانواده محترم اعتمادزاده، اساتید محترم. ببخشید با اندکی تأخیر، برای اینکه مرتب پیامک می آمد که در ترافیک گرفتار شدیم، ولی خب بیش از این نمی شد تأخیر رو ادامه داد. این است که جلسه رو آغاز می کنیم و امشب از جمله مفتخر هستیم به حضور اساتیدی که در هر حال از چهره های مؤثر فرهنگ و هنر و ادبیات ما هستند. برای ما نسل بنده و کسان دیگری که در این جمع هستند، همگی چیزی بیش از سه نسل در واقع با آثار زنده یاد محمود اعتمادزاده فرهنگ و ادبیات رو در عرصه‌های گوناگون آموختیم.
و کسی نیست در ایران با نوشتن و خواندن و دانستن سر و کار داشته باشه و خوشه چین خرمن آن چیزی که زنده یاد اعتماد زاده در طول چندین دهه از خودش به یادگار گذاشت بر نچیده باشه. ماها همه از سنین نوجوانی و جوانی که علاقه به خواندن و مطالعه را شروع کردیم بدون تردید بخش خیلی خوشی از خاطرات خواندن‌ها و نوشتن‌هامون آثار زنده یاد به هازین بوده است که در تمامی دورانی که بعدها برخی از ما به صورت شاعر، نویسنده و منتقد درآمد، خوشه‌چین خرمن نوشته‌های ایشان بودند. و شاید این جلسه کافی نباشه، ولی امشب ما به یک وجه شاید بتونیم از زندگی ایشون برسیم و اون وجه ادبی و اصولاً کتاب‌های ایشون هست. ایشون در زمینه‌های گوناگون کار کردن، در حوزه مسائل ادبیات، داستان نویسی، ترجمه، مسائل اجتماعی و سیاسی که ما امشب به اون بخش از میراث فرهنگی ایشون، یعنی آنچه که از ایشان به صورت کتاب در حوزه نوشتن و ترجمه باقی مونده میپردازیم. من به علت تأخیر سخن رو کوتاه میکنم و از نخستین سخنران سرکار خانم توران میرهادی دعوت میکنم که تشریف بیارن به جایگاه. خیلی متشکرم. به نام خداوند عشق و پایداری سلام میکنم خدمت همه عزیزان و میخوام خیلی کوتاه درباره تأثیر کار بسیار عمیق آقای اعتمادزاده روی زندگی و فعالیت‌های خودم یه چند جمله‌ای برای شما بگم. ببینید، من دانشجوی جنگ بعد از جنگ جهانی دوم بودم و اونچه که در اروپا مشاهده کردم، بازداشتگاه‌ها، کوره آدمسوزی‌ها، تخریب‌ها، بمباران‌ها، از بین بردن‌ها و و و همه اینها، به طور کامل این سوال رو بر من به وجود آورد: چرا؟ چرا جنگ؟ مگه اینها مدعی در واقع ملت‌های پیشرفته نیستن؟ چطور به خودشون اجازه میدن که این همه کشتار در یک دوره کوتاهی در واقع انجام بدن و شکنجهگاه درست بکنن؟ و روزی که رفتم به بازداشتگاه ماوتهاوزن و اونجا رو دیوار نوشته بود که در اینجا 150 هزار دختر لهستانی در واقع کشته شد، و وقتی از زنای آلمانی پرسیدم که صبر کنیم ببینم، من شما نمیدونستین اینجا چه خبره؟ گفتن چرا میدونستیم. گفتم شما هیچ اعتراض نکردین؟ گفتن که یکی دو بار که اعتراض کردیم، کسانی رو که اعتراض کرده بودن در واقع کشتن. یعنی آلمانیا رو کشتن برای اینکه اعتراض نکنن به فجایعی که در واقع ارتش هیتلری در این بازداشتگاه انجام میداد. همه اینها برای من که یک
دانشجویی بودم که سعی می‌کردم که نظام‌های تعلیم و تربیت و در واقع کارهای درست رو برای آموزش و پرورش انتخاب بکنم، شد مسئله. و زمانی که برگشتم به ایران، یکی از اولین کارهایی که کردم این بود که برم پیش آقای اعتمادزاده و از ایشون بپرسم که چه بکنیم که انسان تربیت بشه و در واقع انسان مقام خودش رو در انسانیت به دست بیاره و هدفش هدف بشر دوستانه باشه. و ایشون در واقع من رو در تمام طول سالهایی که کار کردم به طور مستقیم و غیر مستقیم راهنمایی کردن. و اولین چیزی که به من توصیه کردن، گفتن رقابت رو از مدرسه بردار. و چنین شد که مدرسه فرهاد تأسیس شد و کودکستان فرهاد تأسیس شد و رقابت رو ما از مدرسه برداشتیم. یعنی همه بچه‌ها به هم کمک بکنن برای اینکه پیشرفت بکنن و هیچ کس رقیب آن یکی در واقع نباشه. و یکی از خوشحالی‌های من از نتیجه‌ای که گرفتم اینه که بچه‌های مدرسه فرهاد هر کجایی که در دنیا باشن به هم کمک میکنن و با هم همکاری میکنن و در حدود 60-70 نفرشون آمدن خونه ما و در واقع آوازهای اون دوره رو خوندن و دیگه خیلی خوشی کردن و همدیگر رو دیدن. و این ارتباط و این کمک و این در واقع همکاری و همفکری در بین مدرسه همه شاگردا و معلمای مدرسه فرهاد شد یک سنتی که در واقع هر کسی این سنت رو به جایی که کار میکرد انتقال داد. و من نوعی به شورای کتاب کودک، چون شورای کتاب کودک یک سازمان داوطلبه و وقتی که در واقع محسن دیگه نمیتونست کار بکنه و فوت کرد، من یک سوم دارایی او رو آوردم به شورا و ما با همت تمام افراد شورا کار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان رو در ایران شروع کردیم که بچه ها یک کتاب مرجع ایرانی داشته باشند. و اگر من به شما بگم که در تمام طول این سالها چه کمک هایی، چقدر کار، چقدر یادگیری، من خودم یه دانشجوی تمام وقتم و تا این تاریخ برای هر کلمه باید تحقیق کنم ببینم درست باشه و مطالب درستی رو بدم. بنابراین اگر سیستمی که ما در آموزش و پرورش به کار میبریم از رقابت و نمره و همه اینها در بیاد و تبدیل بشه به یک سیستم همکاری و همفکری و با هم پیش رفتن، بسیار بسیار نتیجه بخش خواهد بود. و نمونه بسیار قشنگش رو من تا جایی که میتونم سعی میکنم برم به شورا و کار فرهنگنامه رو در واقع ما ادامه بدیم که ما یک مرجع فارسی اصیل برای بچه های این سرزمین داشته باشیم. و این فکر رقابت نباشه در آموزش پرورش رو من از آقای اعتمادزاده دارم. و ایشون
به من گفت سیستمی باید به وجود بیاد که بین انسان‌ها رقابت نباشه، همکاری و همفکری و همدلی و همه با هم کار بکنن برای اینکه دنیایی بهتری در واقع ساخته بشه. و این فکر همچنان در همه ما زنده است و ما همه در این زمینه در واقع کار سعی کردیم بکنیم و در واقع یک نظامی به وجود بیاریم که همه به هم کمک باشن و همه به هم دیگه برسن و سعی کنن که همه با هم پیشرفت بکنن. و این کار همچنان در شورا و در فرهنگنامه و تمام برنامه‌هایی که در شورا در جهت کتاب و کتابخانی و در واقع ترویجش به کار میره همچنان هست. و این در واقع توصیه در آقای اعتمادزاده به حاضر در واقع اینجا روی دل همگی ما هست و ما همه با هم کمک و همکار و همفکر و سعی داریم که در واقع فرهنگ بسیار بسیار غنی و بسیار ارزشمند کشور خودمون رو که ساخته و پرداخته هم فلاسفه است و هم ادبا و همه اینها در واقع در اختیار نسل جوان این کشور بگذاریم. بنابراین من نه تنها هیچ وقت لحظه هایی که از ایشون راهنمایی گرفتم و یادم نمیره، بلکه کار سنگین دو تا دخترشون و پسرشون که شاگرد مدرسه فرهاد بودن هم همچنان در حافظه و خاطره من هست. و امیدوارم که این سیستم رقابتی که انسان رو برده ساز میکنه در واقع با راهنمایی ها و گفته های ایشون بتونه برچیده بشه و ما در همه مدارس در همه سازمان ها یه سیستم همکاری، همدلی، همفکری به وجود بیاریم که بتوانیم فرهنگ غنی این کشور و تمام کارهایی رو که باید انجام بدیم در واقع به بهترین وجه انجام بدیم. من میخوام خدمتون بگم که هم آقای اعتمادزاده و هم فرزندانشون همواره در دل من جای دارن و جای خاص خودشون رو همواره دارن و همه امید من این هستش که بتوانیم در نظام آموزش پرورش ایران نمره و رقابت و بیست و فلان و به همان همه اینا رو بذاریم کنار و بتوانیم همه بچه ها رو در جهت پیشرفت و راهنمایی بکنیم، چون هم استعدادشو دارن، هم نیروشو دارن و هم در واقع لازمه که در دنیای امروز جای خودشون رو در میان تمام ملت‌های جهان و کشورهای جهان داشته باشند. من خیلی صحبت نمی‌کنم چون تواناییم خیلی کم شده، ولی می‌خوام بگم که به هازین شمع فروزان دل همه ماست و هرگز از میان ما نرفته و همچنان به نیروی خودش و فکر خودش هدایت میکنه برای اینکه ما بتوانیم در کار فرهنگسازی بتوانیم پیشرفت لازم رو بکنیم. خیلی ممنونم. Thank you.
تشکر از خانم میرهادی از استاد ارجمند جناب آقای دولت آبادی دعوت میکنم که تشریف بیارن برای یادداشت. چه خوب شد که خود آقای بهازن گفتن که من آرمانگرا بودم، زیرا من میخواستم بگم که ایشون یک ایدئالیست بود و چرا فکر کرد که این ایده ها در واقعیت زندگی از نوع ما و تاریخ ما شدنی. حالا من اجازه میخوام که ادای احترام بکنم به ایشون برای که زبان رو ابتدا مادر به ما میآموزد، سپس انسانهای فرهیخته‌ای مثل بهازین. نیازی نمیبینم بگم که به عنوان یک فرد مدیون او هستم در دریافت زبان و کوشش در زبان فارسی. یه بخشی از دکتر فاستوس میخوام بخونم که ایشون ترجمه کرده و بی مناسبت هم نیست، برای که لحظه ایست که فاستوس داره از دنیا میره و اون چشم‌اندازهایی که میبینه خیلی خیلی نزدیک به سخنهایی که امروز آقای بهازین از او شنیدیم. مفیستو که میدونید که نماد اهریمن هست و دکتر فاستوس نماد دانش و انسان جدید در قرن 18 هم و آستانه قرن 19 هم. مفیستو به عنوان مباشر پیشاپیش می رود: نزدیک بیایید، زود داخل شوید، ای دلاور ارواح مرده ام، پی نوار مومیایی مشتی استخوان، این نیمی از طبیعت شماست. ارواح مردگان، ما برای خدمتت پیش می آییم، داستان را به ما گفتند، باید سرزمین پهناوری را در تصرف بیاوریم. اینک میخای نوکتیز و زنجیر برای مساحی، چرا ما فراخوانده شده ایم؟ هیچ کدام بیاد نداریم. مفیستو، از شما اینجا کار هنری نمیخواهند. اندازه را از روی قامت خودتان بگیرید و وسواس هم نداشته باشید. بلندتر کسی از شما روی زمین دراز شود، شما هم چمنها را از آن طرف بکنید و همان گونه که در گذشته برای پدران ما کردند، یک چهار گوشه کم و بیش دراز حفر کنید. آری، از کاخ تا خانه تنگ. راز زندگی بدین گونه احمقانه به پایان میرسد. ارواح مردگان زمین را با حرکات مسخره میکنند. جوان که بودم زندگی می کردم و عشق می ورزیدم و از آن بی اندازه احساس شادی می کردم. هر جا که سرود بود و خنده بود، پاهایم خود به خود مرا به آنجا می برد. ولی پیری، پتیاره حیله ساز، با چوب زیر بغلش ضربه ای به من زد و من در آستانه گور از پا در آمدم. آن در برای چه آخر باز شده است؟ منظور دهانه گوره. فاست،
از کاخ بیرون آمده کورمال کورمال با هوا باهوهای در را می گیرد. این چکاچاک چه بیلها را چه خوش دارم. همه این مردم برای من است که تلاش می کنند. شکافهای زمین را پر می کنند. حد و مرز موجها را معین می دارند. دریا را با زنجیر در محاصره می گیرند. مفیستو با خود با این همه از همه این زحمت ها باید سرانجام سودی به ما برسد. دیوارهای ساحلیت، سدهای بیگسیختگیت برای تپتون، برای نپتون، شیطان دریا ضیافت خوشگلی آماده می کنند. شما هرچه بکنید کارتان تمام است. کارتان ساخته است. عناصر با ما سر همراهی دارند. آنچه را که شما بدان اقدام کرده اید نابودی تهدید می کند. فاست مباشر. مفیستو: بله فاست. می خواهم چنان کنی که کارگران ی انبوه هزاران تن داشته باشی. آنان را به مهربانی یا به زور فراهم بیار. پول بده یا گولشان بزن. اگر هم لازم افتاد به سربازیشان بگیر. میخواهم هر روز به من گزارش داده شود که خندق چه اندازه پیشرفت داشته است. مفیستو آهسته: اگر آنچه را که درباره کار واقعی گفته میشد باور بدارم، سخن از کندن گور می رود، نه خندق. تا آن کوههای دوردست مردابی گسترده است که زمینهای آب گرفته را آلوده می دارد. خشکاندن همه این باتلاقهای گندیده آخرین و مهمترین کار خواهد بود. بدین سان من به میلیونها تن مردم امکان میدهم که اگر نه در فراوانی در آزادی زندگی کنند. فاست آخرین و مهمترین کار خواهد بود خشکاندن همه این باتلاقها. بدین سان من به میلیونها تن مردم امکان میدهم که اگر نه در فراوانی در آزادی زندگی کنند. چمنزارهای سبز بارخیز، اونجا آدمیان جانوران به سرفرازی در زمینهای تازه گام برمیدارند و همه جا روی این تپه تناور که دیوارش را کسانی دلاور توانستند برآورند مستقر می شوند و اگر امواج خشمگین حمله آرند و آن را از هر سو تا قله بشویند و خواسته باشند دیوارش را سوراخ کنند، هر کسی به سوی رخنه خواهد شتاف و برای کار خیز خواهد برداشت. آری من به این حقیقت یقین دارم و آن والاترین سخن عقل است. تنها کسی سزاوار زندگی در آزادی است، شاید باید گفت تنها کسی شایسته زندگی در آزادی است که پیوسته هر بامداد هم این و هم آن را در تصرف آرد. بدین سان اگرچه در محاصره خطرهایند کودکان و مردان و پیران، همیشه در کار خواهند بود و دگرگونی روزها را خواهند دید. دوست دارم این مردم انبوه را آزاد در سرزمینی آزاد، انگار که به آزین داره میگه، دوست دارم این مردم انبوه را آزاد در سرزمینی آزاد نظاره کنم و در دامنش غوطه ور شوم. اونگاه است که خواهم توانست به این لحظه درگذر بگویم درنگ کن، بیست، تو بس زیبایی.
چون این است که رد پای عمر من میرا هرگز و هرگز نخواهد توانست در گور گم شود، با احساسی که از پیش درباره خوشبختی بی اندازه‌ام دارم. اکنون از این لحظه پرشکوه لذت میبرم. فاست، دکتر فاستوس به پشت میافتد، ارواح مردگان میگیرندش و او را روی زمین میخوابانند. مفیستو، از هیچ لذتی سیر ناشده، از هیچ کامیابی خرسند ناگشته، او به سوی اشباح دگرگون شونده‌ای که با نگاه خود میبلعدشان میشتابد، ولی این لحظه واپسین را که مبتذل و میانتهی است، مرد بدبخت میخواهد که هنوز مداوم بداردش. او که چندان سخت در برابر من ایستادگی مینمود، زمانش سرانجام به سر رسیده است. پیرمرد روی زمین افتاده است. ساعت از حرکت می ایستد. همسرایان می ایستد. خاموش است. همچنان که نیمه شب عقربه هم می افتد. مفیستو می افتد. بودنی بود. گذشت. همسرایان، همه چیز پایان یافت. مفیستو، پایان؟ پایان واژه‌ای به راستی احمقانه است. برای چه پایان؟ پایان نیستی ناب، این همانی کامل. پس آفرینش جاودانه برای چه؟ ناپدید شدن آفریده در نیستی. همه چیز پایان یافته است و ما چه می توانیم در این باره بدانیم؟ این همان قدر درست است که مدعی شویم هستی هرگز نبوده است، ولی هستی گرد خود مانند یک چیز واقعی در چرخش است و من خلأ جاودانه را تقریبا همانقدر میپسندم. این کتاب فاست است، اثر گوته و زندیاد بهازین اونو ترجمه کرده. اگر شما هم مثل من کنجکاو باشید که این کتاب رو بخونید، متوجه میشید که سه چهارم اون برای ما قابل فهم نیست، زیرا نه فقط جانوران زیادی صحبت میکنن به زبان نظم و منظوم، بلکه بسیاری و شاید بگم تمام قهرمانان اسطوره‌ای یونان در اینجا پرسوناژ های این نمایشنامه عجیب و غریب هستن، زیرا من در هیچ کجای آثار نمایشی نمایشنامه به این حجم ندیدم. اگر بنا بشه این نمایشنامه اجرا بشه، یک شب تا صبح لازم داره. اما چرا بهازین که همه ما میدانیم از طریق ترجمه آثارش زندگی میکرد، با اون قناعتی که خودش اشاره بهش میکنه، این کتاب رو ترجمه میکنه برای ما؟ این کتاب که خواننده پیدا نمیکنه، این کتاب که کتابی است که ما شرقی ها نمیفهمیم، برای که ما با هیچ یک از آن اساطیر آشنا نیستیم. آدم کنجکاوی مثل من توانست یکی دوتاشو بیاد بیاره، بقیه رو با شما
به دارالمعارف مراجعه کنید تا بفهمید. پس چرا اینو ترجمه میکنه آقای بهازین؟ من فکر میکنم همون طور که گفت اون انسان آرمانخواه اگر سرنوشت شخصیتی مثل فاستوس رو مورد نگاه خودش قرار نمیداد چیزی کم می داشت. این کتاب داستان همیشگی مبارزه عقل و خردمندی است با ابلیس گونگی که همیشه در زندگی ما و پیش از ما وجود داشته و وجود داره و وجود خواهد داشت. این ترجمه یعنی که بهازین میخواد بگه که از این مقوله ازلی و ابدی من نمیگذرم و در این ترجمه دکتر فاستوس نجات پیدا میکنه، یعنی بالاخره تمکین نمیکنه به مفیستو که برای او همه جور امکانات رو پیشنهاد میکنه و ایجاد میکنه. و یک عبارت عجیب در این کتاب هست که یک شخصیتی از همون قهرمانان اسطوره‌ای، میگم نمیفهمیم اساطیر رو، برای که اون شخصیت‌های اسطوره‌ای بر اساس منش اسطوره‌ایشون این شعرها رو سرودن و ما نمی‌فهمیم، فقط کلمه می‌خونیم. یکی از اونها یک حرفی می‌زنه که جالبه، یا یکی از اون، یا اون دختر مارگریت یه حرفی می‌زنه درباره مفیستو و خصیصه این شخصیت، می‌گوید که در پیشانی این آدم هیچ نشانی از دوست داشتن نمی‌بینم. کسی که در مقابل دکتر فاستوس است، این ویژگی اهریمنی است که دوست نمی‌دارد، در حالی که انسانی که بهازین بود دوست می‌داشت. بدعخم بود، کم صحبت بود، گاهی تلخ بود، ولی دوست می‌داشت. انسان اگر دوست نداشته باشد زندگی رو و انسان رو و نزدیکانش رو و بشر رو، اون همه کار پرحوصله و طاقت فرسا رو چگونه انجام میداد؟ برخی میگن که چرا این آدم‌ها دیگه به وجود نمیان؟ جوابش خیلی ساده است، برای که اون عشق وجود نداره. عشقی که انسان‌هایی مثل بهازین، مثل قاضی، مثل یونسی و نجف دریابندری و منم دارم پیر میشم دیگه، خب، و شخصیت‌هایی که عمرشون رو گذاشتن که فرهنگ جهان رو به ما معرفی کنند، اینا یه عشقی به ما داشتن. اینا فکر می‌کردن که به ما دارند خدمت می‌کنن و به راستی هم که نمی‌دونم این قدرشناسی‌ها کفایت می‌کنه برای ادای دین به چنین شخصیت‌هایی. من یک نقطه دیگری هم اینجا دیدم که به نظرم میرسه مناسبت داره با روحیه‌ای که من در بهازین دیدم. این نویسنده بسیار دانا، نویسنده به نام هارولد بلوم، ایشون پروفسور دانشگاه های ادبیات امریکاست و درباره 100 شخصیت نابغه جهان
بررسی کرده و نوشته، از جمله درباره گوته و قیاس او با شکسپیر یه نکته داره که به آقای بهازین مربوط میشه. میگه شکسپیر خالق یک جور عالم نفوس بود، ولی تقریبا چیزی راجع به حقیقت نفس خود شکسپیر نمیدانیم، اما راجع به خود گوته همه چیز میدانیم و با استناد به همین معلومات میتوانیم بگوییم که گوته صورت ازلی یکایک نویسندگان نابغه است که بیش از 100 سال ماندگار بوده است. این نکته که اشاره میکنم به آموزگار مهم آقای بهازین اینجاست، این نکته را گوته آویزه گوش هر نویسنده توانای جدید کرده و احتمالاً تا ابد خواهد کرد که پشتکار اراده از خودگذشتگی، آشنایی کامل با سنت. نصر بهازین رو شما مورد دقت قرار بدید، یعنی که احاطه کامل بر اون 304 سال زبان فارسی مشهوده. آشنایی کامل با سنت ضمن داشتن قدرت و شهامت کافی برای پرورش طبیعت اصلی خیش به شکلی مستقل و پروردن عناصر مختلفی که در خود پذیرفته‌ای به شیوه خاص خودت. تمام اون ویژگی ها، شهامت، قدرت، از خود گذشتگی، آشنایی، پشتکار، اراده، کسانی که با بهازین کم و بیش از نزدیک آشنا بودن می توانستن تمام این خصیصه ها رو در او ببینن. با من قدی بد اخلاق بود، ولی مهم نیست. میگوید که شاعر که همچون طبیعت در استحاله ایست، مدام نفس یا نفس روح زمین خیش است و همواره یک یا دو گام فوق فهم ما به سر میبرد. ما فکر میکردیم که بهازین بیش از یک دو گام فوق فهم ما حرکت میکنه، تا اینکه به گمان من باید بگم که گرفتار تحزب شد. وقتی گرفتار تحزب شد، من دیگه خدمت ایشون نرسیدم و شبی که خبر دادن به من که از دنیا رفته، به سرعت پریدم و راه افتادم به سمت اون خانه‌ای که میشناختم. به گمانم 9:30 بود من از خانه در آمدم و در حدود 11:30 از پا در اومده بودم و مستهلک شده بودم و این خونه رو پیدا نمی کردم. به هر حال این که بهازین انسان فریخته و شایسته بود، هیچ تاریخی نمیتونه اونو منکر بشه. اما من نمیتونم دریغم و پنهان کنم از این که بهازین سزاوار چنان عقوبتی نبود. بهازین شایسته برخورداری از یک زندگی والای انسانی بود. اینکه سرانجام به چنان عقوبتی دچار شد، ما این رو عنوان یک یاد در ذهن خود نگه می‌داریم، بیان که یک ذره از حرمتی که ما برای این شخصیت قائل هستیم کم شده باشد. متشکرم.
با تشکر از استاد ارجمند جناب آقای دولت آبادی، از آقای دکتر محمد روشن دعوت میکنم که تشریف بیارن برای ادای سخن. با سلام دانشوران، نویسندگان، مترجمان گرامی و حاضران ارجمند، نمیدانم در کجا خونده بودم در کتابی، شاید در کتاب ژان کریستوف، ترجمه ای از رومن رولان نگاشته شادروان به هازی، میگوید ما همیشه کسانی را که دوست می‌داریم به خاطر نمی‌داریم، ولی آنگاه که به خاطرشان نداریم هم دوستشان می‌داریم. به هازی مهندس محمود اعتمادزاده انسانی والا و آزاده بود، کم سخن و فروتن، شرمگین و متین، آهسته و شکیبا بود، اما با این همه در زندگی نشان از استواری و صلابت داشت. اهل تسامح بود اما مسامحه‌کار نبود، مداراگر بود اما سازشکار نبود. پیدا بود که باورهای اندیشگی او ریشه در اعتقاداتی بنیادین دارد. راه و روش گزیده او گزیده سالهای بلند حیات او بود. راه منتخب او راه پاکان و نیکان، درست اندیشان و راست کرداران بود. میل و محابا در کار و اندیشه او جایی نداشت. به باورهای خود اعتقاد راسخ داشت و سرپیچی از اون باورها را ناستوده می داشت. از هر گونه انحراف به شدت می پرهیزید. گزین اندیشه او گزیده سالهای بلند پرفراز و نشیب زندگی او بود. گفتگو از توانمندی های او در نگارش تعارف‌آمیز به نظر می رسد. آشنایان با شیوه نگارش و نویسندگی او جملگی برانند که او رنج روح و روان را بر ساحه اندیشه خود گسترده بود. تفننات ادبی و ذوقی در آثار او جایی نداشت. زبان فارسی را به درستی می شناخت و بدون عرض فراوان می نهاد. در گزینش واژگان ضمن پرهیز از ناروایی ها سخت گزیده جوی و گزیده گوی بود. درست به خاطر می آورم که نویسنده و مترجمی که در ساحه ترجمه نام و آثاری مطلوب داشت، در جایی سخن از ترجمه ای از رومن رولان کرده بود. شاید ناروا نباشد نام او را بیاورم. شادروان محمود تفضلی بود. اثری
از رومن رولان به نام بتهوون را که ظاهراً این سلسله آثار را به خواهش گورکی نوشته بود ترجمه کرده بود. او بر کتاب موعود خود نام جان سرمست داده بود، اما ترجمه بهازین جان شیفته نام یافت. سنجش با دانشوران گرامی است. این که بدین دو نام از یک کتاب می نگریم، در می یابیم که مصالح واژگانی و کاربرد لغوی آدمیان تا چه حد بر ذهن و زبان خواننده اثر می گذارد. سالها پس از آن بهازین جان شیفته را منتشر کرد. دو نام از یک کتاب ما را به تأمل وامی دارد. روان سرمست، جان شیفته. جای سخن گفتن از شیوه ترجمه و حتی نامگذاری آثار او نیست. هر دو نام گویای نام گزین نویسنده است، اما پیداست که عیار سخن نویسنده و شاعر و مترجم در آثار او متجلی می گردد و مجال سنجش و اندیشه را رو به روی خواننده باز می گذارد. باری بهازین ظاهراً 22 نوشته از خود به جای گذاشته است، اما خواننده آثار او درباره آثار او یکسان به داوری نمی نشیند. همواره خارخار این اندیشه در دل و جان خواننده جریان دارد که کاش بهازین بر دریا کنار مثنوی اثری که در شرحی کوتاه بر مثنوی مولانا جلال الدین نگاشته بود جدیتر تلقی می کرد و آرا و اندیشه های خود را درباره مولوی با شرح و تفصیلی بیشتر باز می گفت، یا غالی ایران را که اثری از اوست با شرح و وصفی در خور درک و دریافت خود در معرض داوری خوانندگان قرار می داد. چنان که گذشت شمار ترجمه های بهازین از نویسندگان خارجی ظاهراً به 19 می رسد و من همواره در آرزوی آن بودم که بهازین رمان خاندان امینزادگان را که می باید اثری مبسوط باشد می نگاشت. چنان که اون شادروان یاد می کرد، خاندان امینزادگان رمانی مبسوط بود که زندگی سه نسل ایرانی و گیلانی را باز می گفت. ای بسا آرزو که خاک شده. با سپاس. با سلام بر همه شما خوبان و فرهیختگان و دوستان و یاران حاضر در این جمع، ابتدا اجازه می خواهم از آقای کاوه اعتمادزاده فرزند عزیز بهازین بزرگوار تشکر کنم و پوزش بخواهم که نتوانستم با این شرایط جسمی آنچه در خور و شایسته مراسم سالگرد صدامین سال روز زنده یاد بهازین عزیز و این جمع ادیب و دانشمند است تهیه کنم. من آقای بهازین را از سالهای دور، یعنی همان سالهایی که وارد حزب توده شد، شناختم. ایشان معلم کادر من بودند.
کادر اصطلاحی بود که آن زمان به کسانی اطلاق می شد که از سوی حزب مسئول بودند به جوانان تازه پیوسته به حزب آموزش بدهند. آموزش از طریق تشکیل جلسات بحث و گفتگو درباره اهداف و آرمانهای حزب و مسائل سیاسی روز و همچنین موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مختلف هم کشیده می شد. به یاد دارم در یکی از همین جلسات بحث ما به شعر نو کشیده شد. اکثر همکارهای من مخالف و تعدادی نیز موافق این شیوه تازه شعر سرایی بودن. من سخت به دفاع از این اشعار زیبا و شاملو پرداختم. آقای بهازین از من خواستند جلسه دیگر درباره نیما و اشعارش و شعر نو نقد و تحلیل بنویسم. من نیز چنین کردم. فکر میکنم بیش از 4 ورق امتحانی روی ورقای بزرگتر از آچار فعلی نوشتم. وقتی من مطالب خود را ارائه کردم همه حاضران و حتی آقای بهازین برایم دست دادن. این خاطره که مربوط به بیش از 60 سال پیش است از این جهت در ذهنم مانده که عکس العمل آقای بهازین برایم فراموش نشدنی بود. او مردی موقر و کم حرف بود. فقط اگر لازم بود حرف می زد. در کارهای خودش بسیار جدی و سختگیر و نکته سنج بود. من نیز مثل خیلی ها از او حساب می بردم. اما می دانستم که قلب مهربانی دارد. برای همین وقتی دست زد باورم شد که بسیار خوب نوشتم. کمتر لبخند می زد و سختی های زندگی را بدون کوچکترین شکایتی تحمل می کرد. من نیز مثل خیلی ها از او حساب می بردم. اما می دانستم که قلب مهربانی دارد. برای همین وقتی برایم دست زد باورم شد که بسیار خوب نوشتم. کمتر لبخند می زد و سختی های زندگی را بدون کوچکترین شکایتی تحمل می کرد و به راهی که انتخاب کرده بود اعتقاد داشت. زندگی او نیز پر از فراز و نشیب بود و هرگز در مقابل زور و زورمندان سرخم نکرد. خوشقلب، صادق، خوددار و یک دنده بود. از درون غمگین و از بیرون ظاهری خشک داشت. به قول سایه اون بخش غمگین خود را زیر یک نقاب خشک و خشونت مخفی می کرد. ولی هرگز متفرعن نبود و هرگز به کسی در هیچ شرایطی بی احترامی نمی کرد. باز هم از قول سایه می گویم هر آدمی که تفکر دارد غمگین است. هر آدمی که به سرنوشت جهان و انسان فکر می کند غمگین است. او در مقابل مترجم سهم بزرگی در معرفی آثار معروف جهان به ایرانیان داشت. به حاضر نقیده داشت که می تواند و باید به یاری هنر جامعه را دگرگون کرد و شاعران نویسندگان در برابر مردم و تکامل اجتماعی متعهد و مسئول هستند. من در جایگاهی نیستم که بتوانم از نظر فنی و ادبی کتاب‌هایی که ایشان ترجمه کردند تحلیل کنم. فقط بگویم که من همه کتاب‌هایی که بهازین ترجمه کرده در جوانی خواندم و لذت بردم. به گمان من بهترین اثرش ترجمه بی‌نظیر و زیبای جان شیفته است که بیش از بقیه دوست داشتم. امیدوارم همه ما قدر او را بدانیم و خدماتش را به این مملکت فراموش نکنیم. صدامین زادروزش را گرامی می‌دارم.
از جناب آقای شمس لنگرودی دعوت میکنم که تشریف بیارن. با سلام خدمت شما دوستان ارجمند. من آقای بیازین رو اولین بار سال 56 دیدم. داستان دیدن من این بود که ایشون معرف من به کانون نویسندگان ایران بود از طریق دوستی. قبل از اون تاریخ خب طبیعتاً کاراشو خونده بودم دورا دور، به سبب کار ادبی ایشونو میشناختم و خیلی هم علاقمند بودم به کاراش. اما بعد از این جریان با خودشون که آشنا شدم، این خصوصیاتی که دوستان برشمردن بسیار درست بوده و من در اون مدت که خدمتشون بودم میدیدم که بسیار صمیمی، خوشقلب، موقر اما عصبی بودن و تلخ، که بعداً تلختر شد و عصبی تر و علتشو میخوام عرض کنم الان که به گمان من چی بوده. بعد از این مدت کوتاهی من تو وارد کانون که شدیم، اولین جلسات کانون یادمه، من وارد شده بودم 24 سال 25 سالم بود، دیدم بحث عجیب و غریبی درگیر جمعیت زیادی هم بود، دیدم من هیچی نمیفهمم از بحثشون. خب طبیعتاً فکر کردم از شهرستان اومدم و اینا آدمای بزرگ مملکتن، حرفاشون من نمیفهمم. اما یه مدتی گذشت دیدم نه، اینا مربوط به دعوای 30 سال قبله، چون با کنایه با هم دیگه حرف میزنن من نمیفهمم. دیدم که مثلا یه گروه چیزایی میگم مثلا خبر ندارم، اون گروه چیزایی میگم. به مرور متوجه شدم، کتاشو پیدا کردم و طبیعتاً چون آقای بیازین منو معرفی کرده بود طرفدار ایشون شدم. یعنی اگر اون جناح منی میبرد طرفدار اونا میشدم. بعد از این مدتی دیدم بازم خوب متوجه نمیشم حرفاشونا. اون اولین بار بود، بعد این دومی مورد دیدم که این اصلا یه خصلت ماهاست که یارو داره حرف میزنه، ما بیش از اینکه توجه کنیم چه داره میگه در فکریم جوابش چی باید بدیم، پدرشو در بیاریم. دیدم علت دومش اینه که من نمیفهمم که موضوع از چه قراره. به هر حال یه حدود یک سالی گذشته بود که این جرقه های اعتراضی برای انقلاب زده شد و جلسات کانون بسیار پرشورتر و شلوغتر و بیمنطقتر شد و هر کار چی میخواست به دیگری میگفت و اینها. من یادمه که در اون دوران من گرایش فکری با آقای بیازین نداشتم، اما می‌دیدم منطقی ترین حرفا رو ایشون می‌زنن در ما، یعنی پیش‌بینی‌هایی که ایشون می‌کردن. بعداً دیدم همش، یعنی همش که نمی‌دونم، دیدم خیلی هاش درست در اومد در اون سال 56. قولونی که تو کانون بودن و هنوز هم هستن و تاریخ کانون رو می‌نویسن احتمالاً با حسنیت نگاه کنن اینو می‌نویسن، اینا رو اون حتما یادشونه. خدمت شما عرض کنیم که بعد از یه مدتی که جریان پیش رفت، انقلاب شد و اینها، من دیدم که نظرشون یواش یواش عوض شد. اون موقع به ما میگفتن که هنرمندان به ویژه شاعران، با یک تمسخر و با یک تحقیری میگفتن اینا رو نباید، اینا نباید وارد سیاست بشن. ما هم مثل خدمتکارانی که ارباب ما به ما لطف کرداشته محقرانه لبخند میزنیم و خوشحالم بودیم که ارباب به ما نظر لطف داریم، میگه اینا نباید وارد سیاست بشن. بعدم فهمیدم اصلا مسئله این نیست، چون نظرشون این بوده که چون ما احساساتی هستیم، من فکر نمی کنم خود من خیلی احساساتی باشم. بعد دیدم داستان این نیست که چون ما احساساتی هستیم، نه، علت چیز دیگری که الان در فرصت کوتاه سعی میکنم بگم. آقای بیازین که یه مدتی که گذشت دیدم که میدیدم ایشونه، دیدم نظرشون یواش یواش داره عوض میشه. من فکر کنم همین بود که بعداً تلختر و عصبیتر بوده و به قول جناب آقای دولت‌آبادی واقعاً سزاوارش نبود.
البته سزاوار دلیلش این بود که عرض میکنم بله اون سزاوار پیش میاد دیگه. علتش این بود که نه، هنرمندان به این دلیل نیست که چون احساساتی هن و با تحقیر میگفتن که اینا نباید وارد بشن، نه، برای اینکه کسایی که کار علمی میکنن، اینا رو بعدم فهمیدم، اونا کارشون با در واقع یک نوع ریاضیات فکری همراهه، یعنی اتکاشون بر دانسته هاست. هنرمندان بر اساس دانستگی، بر اساس اون رو نادانستگی هاشونه که صحبت میکنن، نه نادانی ها. یعنی هرچی دانستگی هاشون بیشتر بشه طبیعتا با وقوف بیشتری از نادانستگی صحبت میکنن. تا به دانجا رسید دانش من که بدانم هنوز نادانم. دیگرانم گفتن که در اندرون من خسته دل ندارم کیست، که من خموشم و او در فغان دقواست. اون ناخودآگاهشه و این چیزیه که این حرف ناخودآگاهست که نه احساساتی بودن، که با تحذب جور در نمیاد. یعنی یک مسئله رو میبینن، یکی تحلیل عقلی داره میکنه، تو اون حزب باید اینجوری تحلیل کنه، اما یه هنرمند حتی اگر تو حزبم باشه، اینا رو به تجربه دیدیم، حالا خونده بودیم چی، بر اساس اون دانسته ها احساس میکنه قضیه اینجوری نیست و اینه که با اون سیاستمدارات در تناقض قرار میگیره. بیازین اول با اون دانشش که به قول آقای قبرایی میگفت که یکی از بهترین کتاب ها رو درباره دموکراسی نوشته بود، خب دانشش بسیار عالی بود، اما بعدن دید که این دانش درست متا باید کانالیزه بشه، این دیگه با هنر جور در نمیاد. آقای نرودا یکی از شاعران بزرگ دنیاست دیگه، یکی از مسخره ترین کتاباش کتابی به اسم انگیزه نیکسون کشی، برای اینکه قرار بود علی نیکسون شعر بگه، اما اون شعرهای دیگری که خودش گفته همون آدمه، همون آرمانگراست. ببینین هنرمند اصلا خیلی هم عالیه، یعنی باید به گمان من چون علاقه خودم اینه که آرمانگرا باشه، چون یک نوع تقابل در مقابل نقص خلقت هنر، چون خلقت نقص داره برای همین میگن هنر خلاقه، چون وضعیتی که موجود همیشه نقص داره، خلقت نقص داره، خلقتی داره که در مقابل اون میذاره که جهان قابل تحمل باشه. طبیعتا هنرمند آرمانگراست، اما وقتی قرار میشه که آرمانهاشو کانالیزه کنه دیگه داستان عوض میشه. آقای بیازین اگه همون آرمانهاشو پیگیری میکرد، به گمان من همون تحلیلایی که داشت رو اون کارهای خودش میکرد، بعداً سزاوار این داستان نبود که براش، به گمان من که پیش اومد به بسیارم سخت و تلخ بود، چون من دیگه نمیدیدم ایشونو، اما دورادور در جریان بودم و بسیار رنج میبردم. آخه چرا باید یک کسی که تمام عمرشو با آرمانهای والای انسانی زندگی کرده و این همه ما همه مدیونش هستیم، خود بنده به این وضعیت دچار بشه؟ آقای ریتسوس 110 تا کتاب شعر داره، شاعر یونانی، یکی از شاعرای بزرگ دنیاست دیگه. اینها که دیگه حسن علی جعفر نیستن که ما در موردش صحبت میکنیم. این ریتسوس از این کتابا من همشو که ندیدم و نخوندم، اما مثلا چند تایی که 30-40 تاشو که دیدم، اینها اون شعرهایی که شعر ریتسوس آرمانگراست بسیار شعرهای درخشانیه، اما اونایی که تصمیم گرفته بود که برای حزب خودش بگه احمقانه ترین شعر هاست. ترجمه میکنه مثل که روزنامه داره آدم میخونه. هنرمند برای این به درد حزب نمیخوره، برای این نیست که احساساتیه. احساساتی هم میتونه احساساتی باشن. برای این که این آرمان هایی داره که بعداً قرار اینا رو کانالیزه کنه. و نتیجه این میشه که تحلیل آقای بیازین من دیدم یواش یواش عوض شده و کارش عوض شده و طبیعتاً خب رویش هم از دست داده بود، برای اینکه این باید برای چیزی مقاومت میکرد که درونش اینو نمیگفت. من خیلی ها بعداً در زندان خودم یه عده رو دیدم که در همون سالهایی که 60 و 61 اینا، من دیدم یه عده‌ای که آرمانهای والایی داشتن، اما اونجا به دزی چیزی دفاع میکردن که واقعاً قلباً معتقد نبودن، نه اینکه آرمانش معتقد نبودن، این کاری که اون روزا میکردن، این چیزیه که هنرمند رو به نظر من از درون نابود میکنه، پوک میکنه.
و من فکر میکنم اینها درس بزرگی آخه در تاریخ، من نمیدونم تا کی نباید گفت، اینا در تاریخ درس بزرگی برای همه کسانی که بعد از ما میان، تکلیف خودشونو هنرمندان رو دارم عرض میکنم، با مسائل روشن کنن. یعنی من تصور من اینه که بیازین همون در واقع مندر در دوراهگی و رفتن به راهی که اعتقاد فکری داشتم، اعتقاد یعنی باور قلبی نداشت، نه اعتقاد. این باعث شد که بعداً با عواقب تلخی روبرو بشه که برای من همیشه باعث تأسف بود و امیدوارم که برای دیگرانی که بعد از ما میان این یک مقدار هوشیارانه عمل بشه، اگرچه در بسیاری از این کشورها دشواره. حالا دیگه داستانش قرار بود امروز در مورد ادبیات صحبت کنیم. من از همه شما متشکرم. خداحافظ شما. پیام به دوستان. دوستان، قدم رنجه کردید و بیاد اون که بیاد نمی‌ارزد گرد آمدید. سپاسگزارم و توفیق همگان را در راه درست پیروزی و بهروزی خواستارم. شما با یادآوری از من پیر 90 ساله گوشه‌نشین تکلیفی بر دوش ناتوان می‌دهید و به من فرصت آن می‌دهید تا باز نگاهی بر گذشته و حال خود بیفکنم و خود را در خوب و بد زندگی بشناسم و بشناسانم. من از کودکی همیشه در همه چیز بلند پرواز بودم. در رویاهایم اگر بتوان گفت آسمان را نشانه گرفتم، ولی افسوس تیرم هرگز به بلندای قامت سر و چنار خانه‌ام نرسیده است. در گفتارم می‌دانم نظم نیست. بزرگواری کنید و بر من ببخشید. من در زندگی خانوادگی بر خود سخت و بسیار سخت گرفتم. نزدیک‌ترین کسانم را در فشار گذاشته و نگه داشتم به امید آنکه هیچ کس را بر من و ما دست تسلط نباشد. آزاد باشم و آزاد باشیم. اگر امروز پس از 60 سال کار قلم در خانه‌ای نشستم که ارکانش هر دم در خطر روریختن است، خود خواستم و گله‌ای ندارم. شادم. زندگی باران نعمت‌های خود را اگرچه درست در آخرین لحظه که نومیدی در آستانه در بود بر من بارنده است. در دشت دراز پهنای زندگی ول گشتم و ول بودم. افسر نیروی دریایی، دبیر دبیرستانهای تهران، روزنامه نگار، مترجم، نویسنده، مرد میدان سیاست، صوفی گریزان از خانه‌ها و از بازی پیر مرید. من آدمی صورت
خواستم از آب میگویدن در بذارم فراتر دارم که میشویست بس بزرگ و دشوار آیا ذره ای توانستم شما رو آدمی به آرمانی که در دل و جان دارد و میپهبراند آدم هستم من آرماندهها بودم و هستم آرمان نقشی زنده و زیباست اما گویزپا به دست هرگز نمی آدم باید خواستش رو در حیوان دمید از پا ننشست آرمانی که من به جان دل بستم سوزیست آزادگیست راججویی و انصافدگیست خوشنودیست شنیدم که این آرمانی را برای شما هم آرزو دارم به توزیم دوستان عزیز نظر به اینکه رأس یه ساعتی سالن رو باید تحویل بدیم از دوستان سخنران خواهش میکنم یه مقدار گزیده تر بگوین متن کامل تمام این سخنرانی ها در سایت مجله بخارا و بعد در ویژه نامه‌ای که مجله بخارا به مناسبت 100مین سال روز تولد آقای بهازین منتشر خواهد کرد کاملش رو اونجا خواهیم خوند. بنابراین از دوستان خواهش میکنم یه مقدار مختصرتر سخنرانی هاشون رو ارائه کنن که بتوانیم به قسمت پایانی جلسه هم برسیم. از دوست دانشور جناب آقای قبرایی دعوت میکنم که تشریف بیارن. سلام به سروران و دوستان گرامی. من برعکس دوست عزیز و همشهری شاعرم شمس لنگرودی سخنران نیستم، بنابراین متنی رو نوشتم و حالا هم با تذکر دوست عزیز آقای دهباشی یک صفحش رو هم کم میکنم. امیدوارم که خستتون نکنم. پس از کودتای 28 مرداد 32 و پیروزی شاه بر ملت، ضربه سختی به روشنفکری ایران که یک سرش به مهمترین حزب چپ فعال آن زمان یعنی حزب توده و ادبیات مربوط به آن بند میشد وارد آمد. تا روشنفکر ایرانی چه وابسته به حزب و چه ملی از یأس و نومیدی در بیاید و دست به فعالیت خلاقه بزند چند سال و شاید یک دهه طول کشید. در این بین به ویژه از دهه 40 ادبیات و رمان و نمایشنامه و نهضت ترجمه رفته رفته جان تازه گرفت و غبار ادبیات حزبی و یکسر در خدمت خلق را از تن تکاند. به جنبه های دیگر فعلا کاری نداریم که مثلا تئاتر ملی ایران از دهه 40 تا 50 به همت به ویژه سه تن نام‌آوران زنده یادان غلام حسین ساعدی، اکبر رادی و بهرام بیضایی که عمرشان دراز باد شکل گرفت. اما در ترجمه کسانی که به رمان رو کردند و بر اثر کار ممتد و پیگیر نام‌آور شدند نام چند تن درخشش بیشتری دارد، از جمله محمد غازی، رضا سید حسینی، عبدالله توکل، محمود اعتمادزاده بهازین و بعدها ابوالحسن نجفی و نجف دریابندری. از این میان بهازین هم دامنه کارش وسیع تر بود، گذشته از همکاری با حزب توده و بعدها کنار گرفتن از آن و فعالیت در تأسیس کانون نویسندگان ایران و ماجرای جدایی از آن که در اینجا کاری با آنها نداریم، هم نوشته هایی دارد از داستان و رمان و خاطرات و موضوعات اجتماعی تا وسعت دامنه ترجمه
از رمان به نمایشنامه و در زمان حیات ایشان برای بزرگداشتشان در مجله گیلوا چاپ رشت مطلبی در قیاس یک صفحه از ترجمه ایشان از هملت شکسپیر، آنجا که آغاز شوریدگی هملت است، با ترجمه های مینووی و پاسارگادی نوشتم که قدری فنی است و در اینجا مکرر نمی کنم. همینقدر بگویم که من در مقام شاگرد هر ستن از نسل بعدی به صراحت نوشتم سالها از این ترجمه ها گذشته و من فقط در مورد یک صفحه در کار بزرگان فضولی می کنم و نتیجه گرفتم که با همه حسن‌ها و ضعف‌های سمت برتری با ترجمه بهازین است به دلیل تسلط او به فارسی بیشتر و شم ترجمه که بر اثر ممارست به دست آمده. می گویند هر کس که جایگاهی برای خود به دست آورده باشد یا کسی شده باشد، در مورد خودم می گویم اگر شده باشم، بر شانه بزرگان ایستاده است. نسل ما هم که در دهه 40 پا گرفت، از چشمه نوش دانش و تجربه و ذوق این بزرگان نوشیده و بالیده است. در اینجا از دیگران می گذریم و به روانشاد محمود اعتمادزاده بهازین می رسیم که امروز برای بزرگداشت ایشان گرد هم آمدیم. من به حکم حرفم که ترجمه است بیشتر به ترجمه های ایشان نظر می افکنم و از میان آنها 4 رمان بزرگ را که 3 آنها در زبان پارسی به 4 جلد و دیگری به 2 جلد می رسد لحاظ می کنم. اینها شاید مهمترین آثار بهازین نباشند، اما از نظر حجم و شیوایی کلام و داستان کم ارج نیستند. به علاوه عمری با آنها سر کردم. از اینها 2 رمان بزرگ از رومن رولان نویسنده فرانسوی است به نامهای جان شیفته و جان کریستوف. فضای داستان جان شیفته فرانسه ابتدای سده 20 است و وضعیت اجتماعی این دوران را ترسیم می کند. شخصیت اصلی داستان زنی به نام آنت ریویر است که نویسنده در قالب او چگونگی بیداری زنان را وصف می کند. شنیده بودیم که به از این قسمتی از این رمان یا تمام آن را در زندان ترجمه کرده است و حتی قصه هایی بر زبان ها بود که ایشان کتاب را جلو خود گذاشته است و یک ریز می نویسد که بعدها خودم که به طور حرفه‌ای این کار را پیش کردم پی بردم قدری اغراق است، چون از خود ایشان نقل است این کار پیرم کرده است. شخصیت اصلی رمان ژان کریستوف موسیقیدانی آلمانی به همین نام است، آهنگسازی نابغه که زندگیش از کودکی تا مرگ روایت شده. او در حفظ تعادل بین استعداد و غرورش با کشاکش‌های روحی و دشواری‌های عینی فراوانی روبرو می‌شود و برای به دست آوردن کفی نان مبارزه می‌کند. از همه سنگین‌تر از دست دادن دوستی است که هرچند نامش یادم رفته، اما اثرش همچنان بر ذهنم مانده است. 2 رمان بزرگ دیگر از میخائیل شلوخوف نویسنده پس از انقلاب روس است. دون آرام داستان قزاق‌های ساکن دون است. شرح خانواده ای است به نام ملخوف در انقلاب 1917 روسیه و جنگ داخلی. با داستان‌ها و شخصیت‌های متعدد، ملخوف شجاع درست نمی‌داند با چه کسی یا کسانی می‌جنگد. فقط در جستجوی عدالت است و از دولت تزاری بیزار. و در این بین عشق است که برباد می رود. رمانی پرماجرا و شورانگیز. و اما رمان زمین نوآباد به مرحله مهمی از تاریخ قزاق‌های دون، یعنی اشتراکی کردن مزارع
در 1930 مربوط می شود. این رمان طرح داستانی ساده تری دارد و در روستایی در اوکراین می گذرد. همه شخصیت های رمان جز داویدوف که یکی از 25,000 کارگری است که برای ترغیب دهقانها به ایجاد کالخوز مزرعه اشتراکی به روستاها اعزام می شدند از اهالی آن دهند. باقی داستان را علاقمندان خود دنبال می کنند. فقط در اینجا بگویم که شیرینکاری های پیرمردی به نام بابا شکر که مدام خنده بر لب خواننده می آورد هنوز یادم مانده. و اما لازم می دانم اشاره‌ای هم به ترجمه شادروان احمد شاملو از کتاب دو نارام بکنم. در بزرگی احمد شاملو در شعر ایران جای تردید و مناقشه نیست. همچنین در عظمت کار سترگ او در گردآوری کتاب کوچک متاسفانه انتشارش در حرفای اول الفبا ماند. اما در ترجمه من شاگرد مکتب این استادان حرفهایی دارم که درباره جواب ندادن زبان شوخ و شنگ کوچه و بازار یک بار به یاد ایشان در گاهنامه گوهران قلمی کردم و در مورد مرگ کسب کار من است حرفهایی داشتم که گفتم. اما در این مجال اندک میگویم به نظرم زبانی که شاملو برگزیده دیگر زبان شلوخف نیست. اشاره کوتاهی میکنم در کتاب دو نارام احمد شاملو در یک جا به عنوان مثال از زبان قزاق 1917 که طبعا قزاق بی سواد هم هست آورده قهوه قجری، یعنی این افراط در به کار بردن زبان به اصطلاح عامیانه هست. و در مجموع ترجمه بهازین را به زبان معیار نزدیکتر و درستر می دانم و دخالت در کار نویسنده محل بحث مفصلی است که به همین نکته اکتفا می کنم. متشکرم. جناب آقای کامران پورسفر دعوت میکنم که تشریف بیارید. سلام خدمت دوستان عزیز و همه طرفداران فرهنگ آزادی و عدالت.
البته در اینجا قرار نبود راجبه، یا حداقل من قرار نبود راجبه کارکرد اجتماعی و سیاسی به هازین چیزی بگم، ولی مجموعه صحبت ها منو به یاد این شعر انداخت که فکر میکنم اگر شما هم بشنوید بد نیست. ما چونان ابراهیم بر آتش نشستیم بیان که خدایی ما را به ندایی باز خونده باشد. اسماعیل نبودیم ما تا با نیم نگاهی به پدر کرامت هفت آسمان را خریده باشیم. گوسفندان این دشت تویی بودیم که ما را به مسلخ می بردند. از این که بگذریم، داستان تأثیر بهازین از تاریخ و تأثیر تاریخ بر داستان نویسی بهازینه که موضوع گفتگوی منه. همه ما می دونیم یکی از منابع بزرگ الهام برای هر نویسنده نگاه به گذشته است، یا نگاه به اونچه که گذشته است، یا نگاه به اونچه که در کنارش طی شده او یا دیده یا شنیده. بنابراین تاریخ یکی از منابع بزرگ الهام هنرمند، چه ادیب چه هنرمند نقاش مجسمه ساز. ما در تاریخ رنسانس از این گونه هنرمندان بسیار داریم. به هر حال تاریخ رو باید یکی از منابع الهام نویسندگان بدونیم و خوشبختانه بهازین ما پیوند فراوانی با تاریخ داشت. اون چه که خودش فراهم آورد بعضن پیوندهای جدی با تاریخ داره. نمونش دختر رعیت، البته دختر رعیت برای بسیاری از دوستان ما ناشناخته باشه، دوستان جوان ما. در پایان این کتاب او از چیزی حرف میزنه که شاید خیلی ها به او اعتراض کرده باشن و ایراد گرفته باشن، و اون عبارت است انتخاب راه درست به وسیله یک انسان مظلوم که علی الظاهر نباید چنین راهی رو انتخاب بکنه. نه، در مقابل همه انسان‌های مظلومی مثل سقرا در داستان دختر رعیت انواع و اقسام راه ها قرار میگیره، بسته به موقعیت، بسته به شناخت، شعور یا نیروهایی که میتونن بر او تأثیر بذارن. معمولا بسیاری از این مردم راه هایی رو انتخاب میکنن که به سرانجام تلخ و فاجعه بار منتهی میشه. اما بهازین برای سقرا در دختر رعیت چیزی رو انتخاب کرد که شاید کم اتفاق بیفته ولی واقعیت داره. او یک واقعیت ملموسه، یعنی انتخاب زندگی شرافتمندانه بر پایه اخذ حداقل هایی که یک انسان اونچنانی میتونه به دست بیاره. از این جهت کتاب دختر رعیت یکی از داستان ها، یکی از نخستین داستان های اجتماعی بر پایه یک مضمون عالی است. شاید همراه باشد با تعداد مقاله های سیاسی مثلا در ارتباط با نهضت جنگل، اما اون چه که در پایان دختر رعیت ترسیم میکنه یک واقعیت. از این داستان ها بگذاریم، به ویژه خانواده امینزادگان واقعا باید افسوس خورد که این داستان نوشته نشد. اون گونه که شروع کرده بود میتونست داستان انکشاف طولانی مدت یک جامعه در حال گذر رو برای آیندگان ثبت کنه، اما متاسفانه این داستان نوشته نشد. از اینها که بگذاریم، باید به ترجمه های بهازین بپردازیم. لوکاش درباره رولان میگه او شریفترین و بهترین چهره ادبی روزگار نیمه اول قرن بیستمه که تونسته همه آموزه های شرافتمندانه کلاسیسیزم رو جذب کنه، دریافت کنه و او رو در داستانی که به شدت وابسته به تاریخ اختصاص بده جمع بکنه، متمرکز بکنه. تأکید داره بر دخالت وسیع تاریخ در داستان های رومن رولان، و خوشبختانه بهازین ما این داستان ها رو درست همون گونه که مورد نظر رولان بود در اختیار ما گذاشت، و اون چیزی نیست جز کوشش برای استقرار صلح، مبارزه جانانه با جنگ، مخالفت وسیع با تجاوز و فراهم آوردن زمینه برای توسعه مودت و محبت و عشق. چیزی که رولان به عنوان یک انسان دوست بزرگوار از طراز قدیم در قرن بیستم از خودش به یادگار گذاشته. شما حتما با جان شیفته و جان کریستوف آشنایی دارید، میدونید که پشتوانه این کتاب ها تاریخ. در گفتگوهایی که داشتیم یا در فیلمی که نشون دادن، یک کتاب از ترجمه های بهازین معرفی شد که متاسفانه من مطمئنم بسیار، یعنی تقریبا همه کسانی که در این کشور با داستان سر کار دارن توجهی بهش نکردن متاسفانه، کتاب اولن اشپیگل. این یکی از بهترین کتاب ها درباره تاریخ انقلاب هلند. همه ما میدونیم انقلاب هلند آغاز عصر جدیده، تولد عصر جدید، یعنی این 500 سالی که ما
درش به سر میبریم با انقلاب هلند ولادت پیدا کرده. البته در ارتباط با انقلاب هلند دو کتاب داستانی دیگه ما داشتیم، اگمونت گوته و دون کارلوس شیلر، تا حدودی با اون آشنایی داریم. اما متاسفانه اولن اشپیگل که یک ادعانامه بزرگ و یک ادعانامه جدی از جانب مردم هلند علیه استعمار اسپانیا، علیه ستمگری مذهب کاتولیسیسم بوده، متاسفانه در این کشور ازش استقبال نشد. اما اهمیت نداره، این ناقض نقطه نظری که ما درباره دخالت تاریخ به عنوان یکی از منابع الهام در داستان نویسی اعتقاد داریم نخواهد بود. به هازین این کتاب رو به گمان من به این انگیزه نوشت که اولا در مبارزه با ستمگر نباید کوتاه که آمد، به ویژه در روزگار گذشته. دو، از مجازات ستمگر نباید خودداری کرد در هر اندازه. البته رولان در مقدمه‌ای که بر همین کتاب می‌نویسه به این جنبه از کار اولن اشپیگل اعتراض می‌کنه و تعجب می‌کنه از اینکه چگونه یک نویسنده در اندازه‌های شارل دوکستر تا این اندازه می‌تونه خشن باشه. خب لوکاچ این اندازه‌اش خشونت رو ناشی از ناتورالیسم نویسنده می‌دونه، ولی به هر حال انتخاب بهازین آگاهانه برای اینه که در مبارزه و مقابله با استبداد و استعمار از هر کوششی خودداری نکنید. با اجازه. از جناب آقای خسرو باقری دعوت میکنم که تشریف بیارن. چپ و راست هر سو بتابم همی، سر و پای گیتی نیابم همی. یکی بد کند نیک پیش آیدش، جهان بنده و بخت خیش آیدش. دیگر جز به نیکی جهان نسپرد، همی از نژندی فرو پژمرد. ایرانیان فرهیخته محمود به اعتمادزاده بهازین را به عنوان مترجمی نامدار، نویسنده‌ای توانا، روزنامه‌نگاری برجسته و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران و شورای نویسندگان و هنرمندان ایران می‌شناسند. اما او در این حال همسر و پدر سه دختر و دو پسر هم بود. یکی از دو پسر او زرتشت در سال 1343 به قصد ادامه تحصیل ایران را ترک کرد. ساعت 5 صبح روز 24 بهمن 43 از فرودگاه مهرآباد تهران با مشایعت پدر و مادر و خواهران و برادرم و تنی چند از خیشان و دوستان خاک ایران را به سوی آلمان غربی ترک می‌گویم. هوا ابری و بارانی است و باران اشک‌های مادر و خواهرانم نیز بدرقه راهم می‌شود. صدای لرزان بهازین موقع خداحافظی که فقط میگوید مرد باش در گوشم تنین میاندازد. بعدها زرتشت اعتمادزاده نامه هایی را که پدر در فاصله سالهای بین 43 تا 57 خورشیدی به او نوشته بود در کتابی به نام از خواب تا بیداری منتشر کرد. زردوش پس از سالها دوری از میهن در گرماگرم پیروزی انقلاب و شور و شوقی که برانگیخت به ایران آمد و چند ماهی بود و سپس به محل کار و تحصیل خود در فرانسه بازگشت. از نیمه دوم سال 58 کم و بیش هفته‌ای دو هفته‌ای یک بار زرتوش به خانه تلفن می‌زد و گاه هم نامه‌های میان پدر و پسر رد و بدل می‌شد.
این نامه ها را دو طوفان هولناک قطع کرد. یکی رویدادهای سالهای 61 تا 68 و دیگری بامداد روز جمعه 10 دی ماه 78 در تلفن خبر داده شد که پسرم زرتشت، دکتر روانپزشک، در حومه شهر لیل فرانسه همون شب درگذشته است. خبری کوتاه و ناگهانی، بی مقدم چینی، مانند ضربه تبر. بگذاریم، همون بهتر که یاد اون در همین چند کلمه سربسته بماند. این بار نامه‌هایی را که پدر به پسرش نوشته بود، پدر به چاپ سپرد. نامه‌هایی که من در این 20 سال 78 تا 78 برای زرتشت نوشته‌ام، چندی پیش به خواهش خودم برایم پس فرستاده شد. این نوشته جستجویی است در دریای آبی رنگ اندیشه های میم الف بهازین، آفریننده جان شیفته و ژان کریستوف رومن رولان به زبان فارسی. من این اندیشه ها را بدون هیچ توضیحی در قالب گزاره هایی با یادآوری شماری صفحه در اختیار شنوندگان قرار می دهم و تحلیل و تفسیر آنها را به شما واگذار می کنم. آرمان، این همه وامی است که بر ذمه توست و پاید روزی به وجه احسن با خدمتگزاری در حق مردم و آب و خاکت بپردازی. مردم را با همه کوچکی ها و بیچارگی هاشون دوست داشته باش، برای اینکه تو خودت هم یکی از اونهایی و هر چه داری از اونها و با اونها داری. به کسی فخر نفروش، ولی انسان و انسان بودن را مایه فخر خودت بدان. برای اینکه همین موجود گیج و منگ و اشتباه کار و ناتوان، ذره ذره، قدم به قدم، با لجاجت و سماجت و با غلبه بر ترس و ناتوانی خودش و با به زنجیر کشیدن طبیعت حیوانی خودش تا به اینجا که می‌بینیم آمده است و به جاهایی خواهد رفت که حتی تصورش امروزه برای مردم عامی و عادی مثل من ممکن نیست. منظورم این است که در عین فروتنی و خاکساری مغرور و سرفراز باش و از خودت همیشه بیش از آنچه کرده ای و بوده ای انتظار داشته باش. صفحه 20. ملت ها همه خانواده هایی از واحد بزرگ بشریتند، همه آزاد، همه برابر، همه برادر. و از اون میان تو یکی از برادرهای ارشدی. سعی کن شایسته این مقام باشی و به تمام معنا ارشد بمانی. منظورم از تو ملت توست که باید با کوشش در راه دانش و پیشرفت صنعتی و فرهنگی و احترام به آزادی فرد و اندیشه پایگاه تاریخی خود را از نو اشغال کند. صفحه 34. در هر شرایطی که بر ما تحمیل شود، ما کاری را که وظیفه خود می دانیم و یک عمر در آن راه رفته ایم ادامه خواهیم داد. حق آدمی به ساختن سرنوشت خیش از راه تجربه همین زندگی خاکی و به دست خودش، به رغم همه اشتباهات و سردرگمی ها، با آموختن از همین اشتباهات و همین سردرگمی ها. فلسفه زندگی، زیبایی معجزه زندگی است. باید قدرش را دانست و دوستش داشت و پرستش کرد. و در این دوست داشتن و تحسین و پرستش، خود ماییم که پرتو زیبایی میگیریم. سلام به زیبایی، سلام به پاکی، سلام به روشنایی، سلام به آفتابی که از شرق طلوع می کند و نورش به ما هم خواهد رسید، دیر یا زود. صفحه 98. من و تو هر دو پایی فکری من معتبر دانستن علم است. علمی که با نگرش و بررسی آزمون‌های مکرر و سیستماتیک به دست می آید و باز به محک آزمون گذاشته می شود
و با این همه اون را نسبی و تاریخی می‌دانیم. یعنی در هیچ حال در جا نمی‌زند، دقیق‌تر و ژرف‌تر و گسترده‌تر می‌شود و هرگز دعوی حقیقت بودن ندارد، بلکه می‌کوشد تا جایی که خطاهای ناگزیر مشاهده و نارسایی حواس اجازه می‌دهد به حقیقت نزدیک شود. و تازه این حقیقت آدمی است بر کره خاکی ما، یعنی به ناچار یک سویه و ناقص. صفحه 92. ایران، من از اینجا به کجا بروم؟ چه کسی مرا لازم دارد؟ و خود من چرا و کرا اونورها لازم دارم؟ من هر که باشم و هر چه بیندیشم، این مملکت و این مردم برایم همه چیز هستند. اون هم در این روزگار که ملتی دارد از نو زاده می شود، با همه ناتوانایی ها و جدایی ها و تنگ چشمی ها و حسابگری های نزدیک بینانه، با همه زور و دروغ و حرص و بی ایمانی، با هزار درد و نفرتی که از همه طرف ما را در میان گرفته، و با همه این که یک نفس هوای آزاد از ما دریغ است، باز با یقین کامل میگویم که تجربه بزرگی پیش چشم ما در جریان است. کوره سرنوشت این ملت را بار دیگر تافتند. ما در آستانه زایش تازه‌ای از میان خاکستر و لای و لجن هستیم. بوق و کرنای دروغ و فریب رسمی بگذار در مدیح سرایی هنجه بدراند و گوشها را کر کند. مردم بردبار و خموش در کارند و چهره فردای ایران را می آرایند، و من همه امید قلبم و انتظار چشمم پیش آنهاست. پس کجا بروم و برای چه بروم؟ البته گاه خستگی و بیتابی در من به سخن می آید و در دلم آرزوی افقهای دیگر سر می کشد و ریشه دار نیست، لکه ابری است در آسمان آبی که می گذرد. صفحه 83. زن، رابطت را با زنها که تو البته فراموش نمی کنی، مادر و خواهر و همسر آیندت از این شمارند، بر پایه دوستی و احترام به تن و جانشان بنا کن و از مهربانیشان و گذشتشان که به راستی بزرگ است و از عشقشان که چون به سرچشمه غریزه نزدیکتر است همواره تازگی و اصالت بیشتری دارد برخوردار شو و سپاسدارشان باش. در این صورت است که بی تکلف خوشبختی، می توانی به خودت احترام بگذاری و بدانی که به چیزی می ارزی. مراقب باش به حیوانی که در هر کدام از ما، حتی اون که از همه بهتر است، به کمین نشسته مجال تاخت و تاز نده. انتظارم از تو این است که دوستدار زن باشی، نه شکارچی زن. در احساسات به زنها درست و بی‌قلقش باش. لذت جسم اگر تنها رفع نوعی حالت بیمارگونه نباشد، میدانم زیباست و ارزش دارد، ولی این هنوز عشق نیست. عشق مثل زیبایی، مثل نبوغ زیباست و نصیب هر کس نمی شود. اگر تو این خوشبختی را داشتی که یک بار در زندگی به عشق برسی، گرامیش بدار، مبتذل و آلودش نکن، که در اون صورت ابتذال و آلودگی در تو خواهد بود نه در عشق. صفحه 68. دوستی، بارها به تو گفتم که دوست گل کمیابی است و کنار هر باغچه و هر جویباری پیدا نمی شود. صفحه 13. همینقدر بشناسشان و از هر کس بهترین چیزی را که در وجودش هست انتخاب کن و برای روز مبادا بگذار. با کسی هم که نمی توانی بسازی، خودت را مجبور ندان. زمین خدا وسیع است و جا برای زندگی همه پیدا می شود. نه بر کسی تحمیل شو و نه بگذار کسی خودش را به هر عنوان به تو تحمیل کند. آزاد، آزاد، آزاد باش، خواه در دوستی و خواه در غیر آن.
در همه حال آزاد باش و بدان که این بزرگترین و سنگین‌ترین باری است که انسان بر دوش خود می‌گذارد، ولی تنها در این صورت است که آدمی بودن لذت بخش و مایه سرافرازی است. صفحه 23. رنج. تا زندگی بود و هست، سختی و رنج هست، و من این را سعادتی برای انسان می دانم که سختی ها را از پیش پای خود بردارد. نمی دانی به راه رفته چشم انداختن و خود را پس از خار و سنگلاخ در میان گل و سبز دیدن چه لذتی دارد. صفحه 18. نمی گویم رنج نبر، بی رنج شادی زندگی یک سر بی رنگ است، ولی در رنج نمان، گل و گذاری نکن، مبادا که تنین نالت به گوشت خوشایند گردد و از طعم شور اشک خودت لذت ببری. مردانه قدم روی رنج بگذار و شادی بیافرین. صفحه 18. ما نه من، منظورم آن که اگر در زندگی کارکی از دست برآمده یا روزی برآید، همه را به حساب من نباید نوشت. و اصلا من کیست و چه جایی دارد؟ اینجا من و تو و او در یک ردیف است. هیچ کس به تنهایی کسی نیست. هر کس با دیگران همه کس است. مثلا در همین یک مورد که اگر در زندگی من مادرت نبود، فکر بکن تعارف نیست به هیچ وجه. او زن ساده و در محبت بی اختیار و روی هم خوشباور و همیشه نگران، ولی این روی کار است. درونش حتی بیان که خودش بداند به اندازه کوه دماوند استقامت و نیروست و همین بزرگترین تکیه‌گاه من در زندگی بوده. این حرف ها برای اون است که مبادا در زندگی به خودت غره شوی و خودت را تافته جدا بافته‌ای بدانی که هرچه بگوید و بکند درست است و به هر کاری مجاز. تو انسان این روزگاری که دست کم یکی دو خشت بنای آینده را باید به دست خودت بگذاری. 72. و پایان. دیشب می گفتی که من باید صدایم شنیده شود. البته نفس کشیدنم شنیده خواهد شد. امروز نباشد، فردا یا فرداهای دیگر. دوست هنرمندمون آقای سیاوش کامکار دعوت میکنم که تشریف بیارن.
با تشکر از آقای کامکار آخرین سخنران آقای کاوه اعتمادزاده دعوت میکنم که تشریف بیارن. خب ابتدا تشکر باید بکنم از آقای دهباشی به علت زحماتی که برای این جلسه کشیدن و در حقیقت این امکان فراهم شد که دوستان عزیزمون بتونن اینجا در مورد به این صحبت بکنم. همینطور هم تشکر میکنم از این هنرمند جوان و برجستمون آقای سیاوش کامکار که قطعه بسیار زیبایی رو که ساخته خودشون بود برای ما اجرا کردن در دستگاه دشتی. من یه چند دقیقه مزاحمتون میشم و متن رو خدمتتون ارائه میکنم. من به عنوان یک دوستدار فرهنگ ایران و به طبع یک دوستدار بهازین چند دقیقه وقت گرانبهای شما رو میگیرم. امسال سال 1393، امروز 23 دی ماه، 100مین زادروز زنده یاد محمود اعتمادزاده میم الف بهازین، نویسنده، مترجم، هنرمند، مرد مطبوعات، مرد سیاست، اندیشمند و مصلح اجتماعی و شخصیت بزرگ ملی ایران است. او به همه مردم ایران تعلق دارد. بهازین را نمیتوان ندید. گفتن از بهازین زمان زیاد می‌برد و محتاج کندوکاو و کار تحقیقی و تخصصی همه جانبه است و این جلسه مجال آن را نمی‌توانست بیابد، اما به طور فشرده درباره او می‌توان چنین گفت: بهازین مردی زوجوانب و چند بعدی بود. در آثار پرحجم و پرکیفیت و تأثیرات بر جای مانده از او محورهای متعددی وجود دارد که هر یک به نوبه خود قابل بررسی و دقت کردن بوده و جا دارد محققین و نقد نویسان روی هر یک از محورها بررسی و تحقیق نموده و بنویسند. یک، محور ترجمه. بهازین آثار بزرگ ادبیات جهانی را ترجمه کرد و نویسندگان متعددی را به جامعه ایران شناساند، چون بالزاک با ترجمه آثار او از جمله زنبق دره، بابا گوریو، دختر عموبت و چرم ساغری، رومن رولان با آثار بزرگی چون ژان کریستوف، جان شیفته، سفر درونی و بازی عشق و مرگ میخائیل شولوخوف با آثار بزرگی چون دون آرام و زمین نوآباد، شکسپیر با نمایشنامه‌های هملت، اوتلو و شاهلیر، برتولد برشت نمایشنامه استثنا و قاعده، گوته کتاب فاوست، آکسل مونته نامه سان میکله، شارل دکوستر رمان اولند اشپیگل، دمیتری فورمانوف رمان چاپایف. از این روز که بهازین با حجم و کیفیت بالای ترجمه های دست چین شده اش پدر ترجمه ایران نامیده شده است. از آثار گفته شده در بالا 5 اثر به صورت نمایشنامه می باشد که شامل کتاب های هملت، اوتلو، شاهلیر از شکسپیر و استثناء و قاعده از برتولد برشت، فاوست از گوته، بازی عشق و مرگ از رومن رولان می باشد. دو، محور نویسندگی و نوشتاری شخصی بهازین. یک، رمان‌ها. رمان‌های بهازین شامل کتاب دختر رعیت، مرگ سیمرغ و خانواده امینزادگان است. دختر رعیت از یکی از نخستین رمان‌های اجتماعی ماندگار در ادبیات ایران است و رمان خانواده امینزادگان که متاسفانه بخش کمی از آن نوشته و چاپ شد همیشه دغدغه فکری بهازین بود، ولی او فرصت آن نیافت که آن را به پایان رساند. این رمان بیانگر محیط و مناسبات اجتماعی و فراز و فرود خانواده از قشر خرد مالک و تاجر بود. دو، داستان‌های کوتاه. شامل کتاب‌های نظیر به سوی مردم، پراکنده، نقش پرند، مهره مار، شهر خدا، منتخب داستان‌ها، سایه‌های باغ، چال، مانگدی و خورشیدچهر و غیره. سه، داستان کودکان، کتاب خورشید خانم که این تنها کتاب کودکان بوده.
4. نمایشنامه. او نمایشنامه کاوه را در دوره پیش از انقلاب به رشته تحریر درآورد. 5. روایتی از عشق. در کتاب از آن سوی دیوار او روایتگر عشقی سوزان و ناکام است که به خود او برمیگردد. 2. محور روایت‌های اجتماعی. بهازین وضعیت اجتماعی پیرامون خود و نیز تجربه‌های اجتماعی خود را در چند اثر ارائه کرده است که به نوعی سندهای تاریخی به حساب می‌آیند، چون کتاب میهمان این آقایان مربوط به زندان پیش از انقلاب و کتاب گواهی چشم و گوش درباره سفر به افغانستان و مجموعه چند جلدی از هر دری. 4. محور بررسی‌ها و اندیشه‌های اجتماعی ایشان. بهازین اندیشمندی اجتماعی و صاحب تفکری سیستمیک بود. او از جمله در مورد مقوله آزادی، کتاب گفتار در آزادی و مقالاتی دیگر را عرضه کرده و همچنین در مقاله دید و دریافت نیز چارچوبه ویژه جهانبینی خود را ارائه کرده است. 5. محور مکاتبات. بهازین مکاتبات و نامنگاری های پخته و بسیار جالبی داشته است که از جمله نامنگاری او با پسرش زردشت است که در دو کتاب از خواب تا بیداری و نامه هایی به پسر آورده شده و حاوی نکات بسیار ارزشمند در کمک به شکل گرفتن اصول اخلاقی و شخصیتی جوانان بوده و نشانگر نقش و تأثیر او در تربیت فرزندان خیش است که این رو آقای خسرو باقری زحمتش کشیدن و اومد رو تهیه کردن و ارائه کردن. همچنین برخی مکاتبات که نمونه آن در نامه های او به محمد تقی برومند به کیوان آمده است. 6. محور تسلط بر ادبیات و اشعار کهن ایران. او بر اشعار حافظ و مولوی تسلط داشت و به ویژه کتاب او درباره مثنوی مولوی تحت عنوان بر دریا کنار مثنوی از اهمیت برخوردار است. مقاله فلسفی دید و دریافت نیز در همون کتاب به چاپ رسیده است. 7. برخی محورهای دیگر. از نکات جالب در زندگی نوشتاری او چاپ کتاب قالی ایران است که یکی از اولین کتاب‌های چاپ شده در این زمینه است. او کتابی در معرفی شاعر مردمی محمد علی افراشته به چاپ رسانده و یاد او را زنده نگه داشته است. او در نوشته ها و ترجمه های خود از اصطلاحات محلی و گیلکی استفاده کرده است. اینا رو جهت این من اشاره میکنم که اینا هر کدومش قابل بررسی و تحقیق هست. از این نظر اگر که بداری بیرفت به نظر میرسه تعجب نکنید. او خطی پخته و زیبا، نثر بی نیاز از تعریف و دید هنری قوی داشت. خب، محور هشتم، محور فعالیت های مطبوعاتی. بهازین با فعالیت گسترده در مطبوعات، سردبیری مجلات متعددی نظیر صدف، کتاب هفته کیهان، پیام نوین، سوگند، اتحاد مردم و غیره را بر عهده داشته و در تمام این فعالیت‌ها نقش بسیار مثبتی در میدان دادن به هنرمندان جوان برای عرضه اشعار و نوشته‌ها و یا طرح‌های خود ایفا کرده است که بسیاری از آنان نام‌آور شدند. 9. محور فعالیت صنفی اهل قلم. بهازین نقش برجسته و تعیین کننده در بنیادگذاری کانون نویسندگان و سپس شورای هنرمندان و نویسندگان و دفاع از آزادی قلم داشته است. از جمله نکات برجسته در این زمینه نقش تعیین کننده او در واقعه ده شب شعر در انستیتو گوته در سال 1356 است که تأثیر عمیق بر جامعه آن روز ایران بر جای گذاشت. همچنین به نقش او در جریان تحصن دانشگاه صنعتی در همان سال 1356 و حل و فصل آن میتوان اشاره کرد. 10. محور قدرت شخصیت و چند بعدی بودن او. جالب است که در ورای همه این آثار ادبی و اجتماعی و انسانی به این نکته توجه شود که بهازین شاگرد برجسته ریاضی و دانشجوی اعزامی به خارج در زمان رضا شاه بود که 2 سال آخر دبیرستان را 2+1 کرده و در کنکور اعزام به خارج آن موقع که دارای اهمیت بود قبول شد. او در فرانسه افسر نیروی دریایی و مهندس کشتی شد و جالب است که پس از بیرون آمدن از ارتش مشغول شغل دبیری ریاضیات شد و در نهایت از این شغل بازنشسته شد. او علارغم از دست دادن دست چپ خود در جبهه جنگ دوم جهانی
در عنفوان جوانی و مضیقه های مالی شدید در زندگی که ناشی از طبع بلند و سازش ناپذیر او در نقلتیدن در فساد رایج سیستم اجتماعی بود، با صداقت و اراده و پشتکار غیرقابل باور چنان آثار عظیمی را از خود به جای نهاد. او مردی با جذبه بوده و شاهکار اصلیش زندگیش بود. برخورد او به مسئله مرگ، او علارغم عشق زیاد به زندگی و احساس لطیفش برخورد بسیار جالب و از بالا به مسئله مرگ دارد و آن در این جمله‌اش بازتاب یافت: من نه با اشک حسرت که با لبخند خواهم مرد، تنزی نه چندان تلخ بر لب. میملف به هازیم. و نکته دیگری در بیان قدرت شخصیت او این که او در وصیت‌نامه خود آگهی درگذشت خیش را پیشاپیش نوشت و چه تکان دهنده و تأثیرگذار و فروتنانه با شعری از خیام، این چنین: به یاد تو و به نام تو ای همه تو، محمود اعتمادزاده فرزند زمین به مادر پیوست، آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. با درود و بدرود همسر روابه لنکرانیان و فرزندان. در پایان باید گفت بهازین مردی استثنایی بود. خورشید بهازین در آسمان ایران می درخشد. ابرهای اگر بر این درخشندگی سایه اندازند، بی‌دوام و ناماندگارند. خدمات او به میهن هیچگاه از یاد نخواهد رفت. یادش گرامی. ممنونم. خب اجازه میخوام یه نکته هم در پایان اضافه بکنم. یادی میخوام بکنم از آقای بهزاد موسایی. آقای بهزاد موسایی که یادش گرامی باد، فرد بسیار فعالی در زمینه هنر و ادبیات بود و زحمت بسیار زیادی کشید برای جمع‌آوری آثار هنری از جمله در مورد گیلان و سایر البته قسمت‌های دیگه ایران. و در مورد کارهای بهازین هم ایشون خیلی زحمت کشید تو این 10-15 سال اخیر، کمک کرد به یه سری مصاحبه‌هایی با ایشون انجام داد و یه سری کارهای ایشون رو جمع‌آوری کرد و خیلی کمک بزرگی کرد در ایجاد یک هیلوتا به اصطلاح جنگ و مجلاتی که در ارتباط با کارهای آقای بهازین چاپ شد. و متاسفانه 2-3 ماه پیش ایشون در تصادفی از دست رفت و خیلی باعث افسوس شد. به هر حال یادش رو من در همین جا گرامی می‌دارم. ممنون. با تشکر از آقای اعتمادزاده. خانم ها آقایان، اگر این شب رو برگزار کردیم به پاس حقانیت زندگی مردی است که هر کدوم ما، چه آنها که دیدنش، چه آنها که از طریق آثارش باش آشنا شدن. برای من که در سالهای نوجوانی در خدمت برخی از اعضای اهل قلم در پیش از انقلاب، در همین خدمت آقای کاوه که معمولا با آقای بهازین به اون جلسات می آمدن، اکنون که به اون گذشته نگاه می کنم، این گروه دوستانی که اختلافات جدی فکری داشتند، از آقای فریدون آدمیت زنده یاد بگیرید تا بسیاری دیگر در اون جلسات حضور داشتند، من هم یه گوشه‌ای به عنوان منشی حضور داشتم. حالا که نگاه میکنم میبینم اونها روی در نقاب خاک کشیدن. اینها در یه سالهایی در کنار هم علارغم اختلاف نظرهای شدیدی که با هم داشتند، در موضوعات مشترکی با هم کار میکردند. و آنچه که مهم بود و من یاد گرفتم، احترامی بود که این اشخاص و این بزرگان نسبت به هم قائل بودند. برخی از اونها هنوز زندن، این سوی و آن سوی دنیا پراکندن، برخیشون هستند. ولی نکته دومی که من از اینها آموختم، از همه‌شون علی رغم تفاوت‌ها و اختلاف نظرهای فکری،
روحیه ایران دوستیشون بود و خدمت به فرهنگ ایران، منتها هر کدومشون با شکل برداشت خودشون بود. و این کار شما ملاحظه میکنید در تمام آنچه که به نام فرهنگ ایرانی شکل گرفته، یک قفسه خاصی هم به آثار محمود اعتمادزاده به هازین هست و تا زبان فارسی هست و تا ایران هست آثار به هازین هم وجود داره و در این زبان خوانده میشه. یادش رو در 100 سال روز تولدش گرامی میداریم و از همه شما متشکرم. خدا حافظ.